фаришта дарс олдорад, аммо имсол бори аввал ба мактаб меравад. Ман октябр тамом мекунам, доктор мешам, ба мораи табобат мекунам. Ҳарчанд ҳамсолони фаришта синфи сеюмро хатм карданд, ӯ акнун навиштани рақам ва талаффузи ҳарфҳоро ёд мегирад. Ҳаш менам да ёзда менус. Дарс хондан манқул ҳастам. Орзуи таҳсил ва омӯзиш замоне дар дили фаришта бедор шуд, ки модараш аз субҳ то шом дар кӯчаву бозор талбандагӣ мекард. Фарида, модари фаришта, ки боре ҳам мактаб нарафтааст, аз омодагии духтараш ба таҳсил хушҳол аст. میگوید از اینکه دخترش رو در 7 سالگی به مکتب نفرستاد پشیمون است. حالا میخواهد دخترش آرزوی کودکی او رو عملی کند. میخوام که مکتب خونه دختر شود. خودم نخوندم عذاب کشیدم من دخترم بخونه. خودم عذاب کشیده کلان شدگیم. معده مانده بودم، کودک مانده بودم، بچم نابود شد. ای معدگی شکردم 10 ساله بودم، 15 ساله بودم. خانه خالم آمدم شکردم. орзуи ин лӯли духтар ва модари ӯ як зарбае барои шикастани суннати қавмӣ ва шахшудаи лӯлиҳо мебошад, ки халтаи гадоиро бо дониш иваз мекунанд. Солҳои охир теъдоди зиёди ҳамсолони фаришта аз ин деҳа ба таҳсил фаро гирифта шуданд. Теъдоди наврасони лӯли табор, ки бори аввал ба мактаб мераванд, бештар аз 10 нафар аст. Волидонашон ҳам мегӯянд, هرچی بیشتر تلاش میکنند برای باسواد شدن فرزندانشان آنها را به مکتب دهند. 500 سومون دو سر لباس گرفتیم. صنف دو میخونه بچم. میخواهم که بچم آیندگی ده برای خودش خدمت کند. آیندگی خودش ده در کار. مثلا خودش به احترام خودش قبول کند. پدر مادرش حرمت کند. ҳоло занони лӯлӣ кӯшиш мекунанд фарзандонашон дониш бигираду соҳиби ҷои кор шавад. چند پیش سازمانی ملل متحد از آن اظهار تأسف کرد که تاجیکستان قبول برنامه مخصوص برای بهبود بخشیدن به وضع حقوقی و اجتماعی لولیان را ضرور نمی شمارد. کمیته محوی تعبیز نژادی این سازمان خواست تاجیکستان شرایط فراهم آورد تا که دختران جوگی به تحصیل مناسب دسترسی داشته باشند. ما حتی وقتی که در محل ها بخوری ها میگذرانیم با مقامات محلی بخوری شهروند ها بخوری ها میگذرانیم در بابت ضرورتی با تحصیل فرا گرفتن این کودکان لولی میگویم این گونه تفسیه ها از جانب سلطان های سازمان ملل متحد هم به جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدند. لولیان در تاجیکستان که اکثران با طالبندگی و گدایی روز میگذرانند از نقض حقوق خود و بخصوص تحقیر از طرف ساکنان بومی شکایت میکنند. تعداد نه چندان زیادی کودکان این قبیله که حالا مکتب میخوانند پس از ختم تحصیل به دانشگاه نمیروند، ولی والدین آنها امید دارند روزی از میان آنها هم طبیب و آموزگار و آوازخوان و ورزشگر میبرایند.